سلام، علی هستم. به کانال سکوت خوش آمدید. امروز قراره در رابطه با یک موضوع بسیار عجیب و مرموز که در بین کاربران اینترنتی هم بسیار محبوبه باهاتون صحبت کنم. منطقه 51. لاس وگاس یک شهر پرزرق و برق در نوادای آمریکا هستش، جایی که سالانه گردشگران زیادی به اونجا سفر میکنند. اگر فقط حدود 2 ساعت از این شهر بزرگ به سمت شمال غربیش بریم، چیزی جز یک سری از رشته‌کوه‌های خشک به نام دره مرگ رو نخواهید دید، جایی که در حقیقت به دلیل حیات وحشی که داره جذابیت دیدنش کمتر از شهر لاس وگاس نیست. گردشگرانی که به نوادا سفر می‌کنند، به غیر از شهر لاس وگاس و دره مرگ، از دریاچه خشکی به نام گروم لیک هم بازدید می‌کنند. دریاچه‌ای که باقی مانده یک دریاچه بزرگه. اما خب جدا از این 3 مکانی که براتون گفتم، مکان دیگری در نوادا وجود داره که نه تنها گردشگران بلکه خود آمریکایی‌ها هم از ماهیت اصلی اون اطلاعات درستی ندارند. و اون مکان جایی نیست جز منطقه 51. وقتی حدود 3 کیلومتر از دریاچه گروم لیک بگذریم، به مکانی میرسیم که حتی عبور هواپیماها بر روی اون ممنوعه. مکانی که تا سالها پیش هیچ اطلاعاتی در رابطه با او به عموم داده نشده بود. افرادی که به طور اتفاقی از این مکان عبور میکنن گفتن که اجسام پرنده عجیبی در اونجا با چشمان خودشون دیدن. این مکان یکی از مخفی‌ترین مکان‌هایی که دهه‌ها ایالات متحده آمریکا در موردش به صورت رسمی در رسانه‌ها صحبت نکرده بود. در عکس‌های فضایی که از این منطقه گرفته شده، میشه اون رو به جایی شبیه فرودگاه و یا یک پایگاه نظامی نسبت داد. چند باند فرود و تعداد 25 سوله و یا ساختمون در کنارش ساخته شده. در نزدیکی‌های این منطقه تابلوهایی برای مردم عادی نصب شده که به مواردی اخطار دهنده اشاره می‌کنه. مواردی همچون این که این منطقه یک منطقه کاملا ممنوعه و به هیچ عنوان سعی نکنید که داخل این پایگاه شوید. اگر به طور اتفاقی از اینجا گذر می‌کردید، بهتره که هرچی سریع‌تر مسیر خودتون رو تغییر بدید. در صورت سرپیچی از قوانین با مجرمین برخورد جدی خواهد شد. وسایل شخصی شما ضبط میشه و در صورت سماجت احتمال کشته شدنتون دور از انتظار نیست. بله، جدا از تابلوهای اخطار دهنده، در نزدیکی های پایگاه 51 تعداد زیادی دوربین های مداربسته امنیتی نصب شده که به طور شبانه روزی نظارت منطقه رو به عهده دارند. حتی گفته شده که حسگرهای پیشرفته‌ای در زمین‌های اطراف برای تشخیص حرکت اجسام نصب شده. این حسگرها قادر به شناسایی نوع صدا هم هستند. یعنی میتونن متوجه بشن که در اون نزدیکی آیا انسان و یا حیوانی در حال حرکت هست یا نه. اگر فقط از روی کنجکاوی یک روز به این منطقه رفتید و بدون توجه به تابلوهای اخطار دهنده به منطقه 51 نزدیک شدید، خواهید دید که یک ماشین سفید رنگی به شما نزدیک میشه و درخواست بررسی مشخصاتتون رو میکنه. سربازانی که در این ماشین ها سوارن تمام مسلحن و اگر از دستورهای اونا اطاعت نشه، ابتدا جریمه میکنن و در صورت برنگشتن فرد متخلف اون رو دستگیر و بازداشت میکنن. بدون شک میشه گفت که این منطقه از اهمیت زیادی برخورداره. در غیر این صورت، این همه تجهیزات برای نظارت و امنیت اونجا به کار گرفته نمیشد. یکی از موارد عجیبی که در رابطه با این منطقه وجود داره، در رابطه با کارکنان پایگاهه. اونا برای کار در این منطقه همه مجبورن که در یک محل خاص از پیش تعیین شده با یک هواپیمای مسافربری مسیر رو تا پایگاه طی کنن. یعنی اونا فقط از طریق هوایی و فقط از طریق اون هواپیما میتونن رفت و آمد کنند و هیچ گونه راه رفت و آمد زمینی برای اونها به مرکز اصلی وجود نداره.
دهه ها در مورد این منطقه شایعات بزرگی بر سر زبون ها وجود داشت و دولت آمریکا هم هیچ وقت به طور رسمی برای عموم جزئیات منطقه 51 رو شفاف سازی نکرد و خود این امر باعث شده بود که مردم حتی در رابطه با اون پایگاه بیشتر از گذشته کنجکاو بشند. تنها چیزی که میتونست برای شناخت اون منطقه به مردم کمک کنه فیلم و سریال هایی بودن که به صورت غیر مستقیم به اونجا اشاره میکردند و ویدیوهایی که یوتیوبرها در رابطه با این منطقه تهیه و منتشر کرده بودند. بعد از گذشت سالها فشار افکار عمومی بر روی دولت آمریکا باعث شد که در تاریخ 25 ژوئن سال 2013 آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده CIA بعد از گذشت 60 سال برای اولین بار در رابطه با این پایگاه مرموز صحبت کنه. در حقیقت این درخواست دانشگاه جورج واشنگتن مطابق قانون آزادی اطلاعات بودش که باعث شد ارتش آمریکا اسناد محرمانه 355 صفحه‌ای منطقه 51 رو در اختیار اونا بگذاره. طبق اسناد این مکان، این پایگاه نظامی در گذشته در طول جنگ سرد برای آزمایشات و تجهیزات نظامی ایجاد شده بود. یکی از همین تجهیزات هواپیمای نظامی یوتو هستش که در سال 1955 اولین پرواز آزمایشی خودش رو انجام داد. گفته شده که در اون زمان دوربین‌های جاسوسی پیشرفته‌ای بر روی این هواپیما نصب شده بود که توانایی عکسبرداری و فیلمبرداری از تجهیزات دشمن رو بر روی زمین داشته. در اون اسناد حتی در رابطه با اجسام مشکوکی که توسط مردم در اون منطقه دیده شده بود هم مطالبی درج شده بود. در یک قسمت از اون نوشته شده بود که در اون زمان هواپیمای یوتو به عنوان یکی از بزرگترین هواپیماها و پیشرفته ترین هواپیماهای دنیا بوده و به دلیل توانایی پروازش در ارتفاعات بالا و انعکاس نور خورشید توسط بالهای درازش، هواپیما در آسمون به شکل نقره‌ای دیده می شده، چیزی که باعث شده بود مردم به اشتباه اون رو یک UFO خطاب کنند. اما خب این دلیل ها و اظهارات هیچ وقت نتونست جواب قانع کننده‌ای برای عده زیادی از مردم باشه، زیرا که اونا اعتقاد داشتند هنوز اطلاعات زیادی از اونا مخفی مونده و دولت هنوز تمام اونا رو فاش نکرده بوده. درسته که این منطقه یک منطقه ممنوعه ثبت شده، ولی خب جابجایی کارکنان پایگاه اونم از راه هوایی، اونم توسط هواپیمای ارتش و برخورد مسلحانه سربازان با بازدید کنندگان منطقه نکاتی بودش که این پایگاه رو کلن نسبت به دیگر پایگاه‌های نظامی آمریکا متمایز می‌کرد. در حقیقت یک پایگاه نظامی پیشرفته و بزرگ در کالیفرنیا وجود داره که وجودش وجود پایگاه منطقه 51 رو زیر سوال میبره. پایگاهی که پروازهای آزمایشی در اونجا خیلی به ندرت دیده میشه، چرا باید از هر پایگاه دیگری اهمیت بیشتری داشته باشه؟ حتی مردمان اون منطقه گفتن هواپیماهایی که در اونجا پرواز میکنند هیچ شباهتی به هواپیماهای معمولی ندارند و بیشتر شبیه اجسام پرنده فضایی هستند. در سال 1989 در شبکه تلویزیونی KLS خبرنگاری با شخصی به نام دنیس مصاحبه کرد، شخصی که گفته میشد در گذشته در منطقه 51 کار کرده بود و ادعا میکرد که ساختار بیرونی این پایگاه تمام اون چیزی نیستش که از بیرون توسط عکس ها منتشر شده، زیرا که قسمت عظیم پایگاه در زیر زمین قرار داره، جایی که دانشمندان در حال تحقیق بر روی فناوری پیشرفته سفینه آدم فضایی ها هستند. البته برای اینکه صحت حرفای دنیس ثابت بشه نیاز به تحقیقات بیشتری بود، اما خب متاسفانه نام و نشانی از اون شخص و ارتباطش با منطقه 51 وجود نداشت. اما عجیب این بودش که اظهارات او در رابطه با منطقه 51 دقیق و با جزئیات به نظر می رسید. به خاطر همین شبکه تلویزیونی KLS تصمیم گرفتش که با دنیس یک بار دیگه مصاحبه کنه، بلکه بتونن هویت اصلی او رو شناسایی کنند. بله، اون شخص کسی نبود جز آقای رابرت اسکات معروف به باب لازار.
او در سال 1959 متولد شده بود و در مقطع کارشناسی دارای دو مدرک فناوری الکترونیک و فیزیک بودش. او در ابتدا در یک شرکت منابع انرژی هسته‌ای مشغول به کار بود تا اینکه بعد از یک مدت به مکان دیگری اعزام شد، منطقه عجیب و مرموز 51. در میان تأسیسات پایگاه او در قسمت S4 شروع به کار کرد. او ادعا می‌کردش که بعد از ورودش به اون پایگاه با چشمان خودش سفینه‌های فضایی رو در اونجا مشاهده کرده بود و از قضا به عنوان یکی از مهندسین رد بالا در قسمت تحقیقات ضد جاذبه سفینه‌ها منصوب شد و به گفته او در اون منطقه 9 فروند UFO وجود داشت که او به همراه تیمش فقط بر روی یکی از اونها مطالعه می‌کردند. و عجیب‌تر این که او می‌گفت در قسمت‌های دیگه پایگاه آدم فضایی‌ها در حال تحقیق بر روی موجودات زمینی هستند. واقعاً ادعاهای او باور نکردنی بود. او حتی در طی مطالعاتش بر روی UFO ها متوجه شده بود که در فناوری ضد جاذبه اونا از عنصر رادیواکتیوی به نام 115 استفاده می کنند، عنصری که با پیشرفت علم این روزه دنیا ماها هنوز نمی تونیم ازش استفاده کنیم. خلاصه از اونجایی که او یک محقق رد بالا بودش و دستاوردهای شگفت انگیزی هم داشت، مردم چاره جز باور کردن حرفای او رو نداشتند. اما خب او چرا باید کارش رو در اون مرکز مهم ترک میکرد و بعد از اونم چنین راز مهمی رو افشا کنه؟ خب در حقیقت برای این کار فقط یک دلیل وجود داشت. او میگفتش که یک روز به طور ناگهانی با یک سند محرمانه‌ای که بین ارتش آمریکا و فرازمینی‌ها امضا شده بود روبرو شدم. در اون سند اینطور اومده بود که تا زمانی که ارتش آمریکا روی فناوری UFO فرازمینی ها کار میکنه، اونا اجازه دارن که بر روی موجودات زمینی مطالعه و آزمایشات خودشون رو انجام بدن. او میگفت من بعد از فهمیدن این موضوع نمیتونستم بپذیرم برای ارگانی کار کنم که داشت یک حقیقت بزرگ را از جامعه پنهان میکرد. او در پاسخ به اینکه حالا چرا باید چنین راز مهمی رو در یک برنامه لایو تلویزیونی فاش کنه گفتش که من بعد از ترک مسئولیتم در منطقه 51 احساس خطر می کردم، چون به دلیل اطلاعاتی که من داشتم جون خودم و حتی خانوادم در خطر بود و به همین دلیل تصمیم گرفته بودم که در یک برنامه لایو تلویزیونی واقعیت رو برای همه آشکار کنم. واقعاً جای تعجب داشت، چون مدارک کارشناسی که اون ازشون صحبت میکرد هیچ وقت به طور رسمی در جایی به ثبت نرسیده بود. یعنی سوابق تحصیلی آقای بابلازار کلن از بین رفته بود، ولی خب نام و نشونش و شماره تلفنش هنوز در یک مرکز تحقیقاتی وجود داشت. هرچند که او به خاطر این مسئله در رسانه ها بسیار خبرساز شده بود، اما خب بعد از این ماجرا توجه مطبوعات به آقای بابلازار بیشتر از گذشته شد و او خیلی زود تبدیل به یک فرد مشهور شدش. اما خب مشهوریت او دوباره زیاد طول نکشید، چون یک روز ناگهان او مثل یک شبح پف ناپدید شد. نه تنها او، بلکه کل افراد خانوادش هم ناپدید شدند، طوری که هیچ اثری از اونها در هیچ جا به چشم نمیخورد. بعد از این جریان مردم در رابطه با او شروع به شایعه پراکنی کردند. یک سری ها میگفتن که لازار خودکشی کرده و یک سری هم میگفتن که او به جرم فاش کردن راز منطقه 51 توسط ماموران دولتی به قتل رسیده. چند سالی گذشت تا اینکه در سال 2003 یک عنصر اتمی به نام 115 توسط محققان روسی کشف شد، عنصری که موسکوویام نام داشت و بابلازار در گذشته ادعا کرده بود که آدم فضایی ها در فناوری ضد جاذبه ازش استفاده می کنند. خب این یعنی میتونست دلیلی بر صحت و ادعاهای اون مرد داشته باشه؟ خلاصه شایعات در مورد لازار و ادعاها و حتی ناپدید شدن او همینطور تا سال 2013 ادامه داشت، تا اینکه یک روز ناگهان دوباره او مثل یک شبح جلوی چشم همگان ظاهر شد.
اونم در یک مستند تلویزیونی در رابطه با منطقه مرموز 51. او در این مستند گفتش که بعد از اینکه من در رابطه با منطقه 51 در اون مصاحبه تلویزیونی اطلاعات مرموز پایگاه رو فاش کردم، فشار زیادی از جانب ارتش بر من و خانواده‌ام وارد شده بود و ما مجبور بودیم که تا مدتی پنهان باشیم. اما این بار در پیامی بسیار جدی به دولت میگم که الان دیگه سال 1989 نیست، دنیا متحول شده و جهان بسیار تغییر کرده. شما باید بدونید که هیچ چیزی هیچ وقت برای همیشه مخفی نمیمونه. بله، فردی که همه فکر میکردن یک روز با دروغ همه رو غافلگیر کرده بود، حالا برای تأیید گفته‌هاش دوباره ظاهر شده بود و دوباره توجه افرادی رو که به این گونه مسائل علاقه زیادی داشتن رو به خودش جلب کرده بود. اما جدا از حاشیه‌های مربوط به باب لازار، منطقه 51 هنوز که هنوزه به یکی از مخفی‌ترین پایگاه‌های ایالات متحده معروفه و علارغم اینکه دولت برای از بین بردن شایعات اسنادی رو ارائه کرد، اما وجود موجودات فرازمینی در این منطقه از جانب ساکنین اونجا هیچ وقت رد نشد. مطمئناً شما هم در رابطه با این مکان مرموز تا به امروز خیلی شنیدید. آیا واقعاً باب لازار یک محقق رد بالا در تأسیسات مخفی منطقه 51 بوده؟ آیا اسنادی که او در رابطه با توافق فرازمینی ها با دولت آمریکا ازشون صحبت میکرد یک واقعیته؟ یا اینکه فکر میکنید تمام اینا فقط برای جلب توجه جهانیان و گردشگران به سمت کشور آمریکاست؟ خیلی از دوستان در کامنت ها درخواست کرده بودند که در کنار پرونده های جنایی از این گونه ویدیوها هم تهیه کنم. خب منم انجامش دادم. حالا نوبت شماست که حمایت کنید. پس دیگه نمیگم چطوری. مراقب خودتون باشید و تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.